نشست وین با اشتراک چند تن از چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی تحت عنوان هماهنگی برای آینده افغانستان پشت درهای بسته و به تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است و این نشست 3 روزه را 3 نهاد مطرح اتریشی میزبانی میکند. شرکت کنندگان در مورد اوضاع سیاسی افغانستان و راه یافتن راه حل برای عبور از بحران کنونی بحث میکنند. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، این نخستین بار است که پایتخت یکی از کشورهای غربی است چهره های مخالف حکومت کنونی میزبانی میکند. دست کم 31 چهره سیاسی و فعالان مدنی به این نشست دعوت شده بودند، اما برخی از آنان در این نشست اشتراک نکردند. این که این نشست چی پیامد و چی برنامه منظم به خاطر بحران کنونی افغانستان خواهد داشت. سلام، شما بیننده برنامه افغانستان 1400 هستین. مهمانان ما در بحث آقای محمد عمر نهضت، رئیس حزب آماب، آقای جنت فهیم چکری، استاد دانشگاه، و همچنان تا لحظات بعد آقای رحمت الله حسن، آگاه مسائل سیاسی، با ما خواهد پیوستن در برنامه. مهمانان عزیز، سلام تقدیمتان، تشکر از اینکه به برنامه آمدین. میخوایم از آقای نهضت نخستین پرسش را بکنم که برایند این نشست چه خواهد بود؟ به نام خداوند یکتا و هستی ساز، با ادای احترام به شما آقای چکری، آقای حسن، کارمندان بخش تکنیکی تلویزیون و هموطنان در دیده و عذاب کشیده، در قدم اول خو حزب ما از هر نشستی که در محور منافع ملی صورت بگیره و یک روزنه امید بر ختم بحران باشه استقبال میکنه. در قدم دوم باید گفت هر نشست لازم است بساس یک سر اصل ها صورت بگیره. اصل اول در نشست ها و گفتمان ها، چه در سطح ملی باشه چه در سطح بین المللی باشه، این است که اهداف معدد مشخص باشه قبل از نشست. دو، کسایی که شرکت میکنن افراد گمنام نباشن، چهره هایی باشن که بک‌گراند روشن داشته باشن، مورد اعتماد کشوری که میخواهند نمایندگی بکنن باشن. مسئله سوم، اجندا مشخص باید باشه. مسئله چهارم، در نشست نتیجه و فرایندش قابل پیش بینی باشه. روی اصل هر نشستی که بساس همی 4 تا اصل صورت بگیره، دقیقاً که فرایند خوبی در قبال خواهد داشت. متاسفانه باید گفت در نشسته که صورت گرفته، در این نشست هم چهره های نام نیک و نیک نام وجود دارند، هم چهره های که مورای سوخته هستند، آمین بوران هستند، واقعا کاری نکردند، فرصت ها را تا 20 سال عدس داده بودند، او اشخاص افرادم در این شرکت دارند. روی این ملحوظ نمیشه که ما ماش و باقلی را با هم جمع کنیم. لازم بود که چهره هایی که دارای برنامه هستند در کل همونطور باید بود. من نمیگیم که در وجه کلش درست نیه، یک تا چهره های نامنه که وجود دارند، دارای اهداف هستند، دارای برنامه هستند، بکگراند خوب دارند، سابقه خوب دارند، جنایت نکردین، خیانت نکردین، اهداف معین دارند برای خط برون افغانستان. ولی هست کسایی که فرصت ها را تا 20 سال مردم افغانستان را گروگان گرفته بودند، هم در حکومت، هم در پارلمان، هم در اکثر ولایات، اونا هم در حضور دارند. روی این ملحوظ نمیتونیم بگیم که فرایندش حالا این نشست چه تاثیر خواهد داشت؟ آیا تاثیر مثبت بالای افغانستان خواهد داشت با آنکه تا هنوز واکنش نشان نداده امارت اسلامی؟ دقیقاً در نشست روشن گپس که در اوجا انسانایی که دارای برنامه هستند شرکت کردین و کسایی هست که دارای برنامه هم نیستند شرکت کردین. روی ملحوظ از چیستی های مربوط به نشست که اجندا مطرح شوه برمیه که در اوجا چی گپ اتفاق میفته، طرح ها چی است، نظریات چی است، او کسایی که عامل بوران بود آل چی میخواین، آل هم بخاطر از اینکه ثروت های باد آورده شده را میخواین که فرصت کمایی کنن، باز نگاه کنن، قدرت خبرشان نمیرسه. آیا او کسایی که میخواهند که بوران ختم کنند بساس کدام برنامه که دیرو جنایت نکردین، خیانت نکردین، مثل آقای احمد مسعود چه نقشه میتونن بازی دوجه باید بکنن؟ خب کسایی که شرکت نکردن، من جمله تحریک اسلامی، طالبا، اینا چی نوا واکنشی در قبال همچک نشست دارن؟ اگر اون نشست در میوار منافع ملی کسایی که جرایت کرده، خیانت کرده، جفا به وطن کرده تغییر بخوره، واکنش امارت اسلامی چی است؟ اگر اون نشست فرایندش ای باشه که در میوره
نقاط نظر کسایی که واقعا میخوان که تسامو داشته باشند، تسهل داشته باشند، دیگر پذیر دامن میزنند، میخوان که افغانستان بلانش ختم شود، اینجا یک نظام قابل قبول به همه بود بیا. واکنش طالبان نسبت به اونا چگونه است؟ این برمیگرده به این که چه وقت نتیجه نشست برملا میشه، واکنش طالبان چی است، واکنش جان چگونه است و کسایی که واقعا شرکت نکرده چهره های خوب و بد اونا نسبت به این مساله چرا واکنش همون شکلی که اس به ما چنین واکنش نشان میده که ما از چهره های نکنام تایید میکنیم، چهره های بدنام محکوم میکنیم. نباید فرصت ها را مباز از بکنیم. تشکر. آقای چکری، شما چی فکر میکنین که برایند این نشست چه خواهد بود و آیا نتیجه بخش خواهد بود برای بحران کنونی افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم جناب. ما برای لحظت تلویزیون نکنام اصلا وقتی که در افغانستان و در محوریت افغانستان صورت بگیره و اگر نتیجهش بالاخره برای افغانستان یک نتیجه خوب داشته باشه، ما از اون نشست ها استقبال میکنیم و هر قدر مجالس ها باشه، برنامه ها باشه، طرح ها باشه، یک اقدام خوب است. اما مهمی است که قسمی که نظر صاحب گفت، بعضی چهره هایی که اونا امتحان خود دادند و برای مردم طی 20 سال قدرت در دستشان بودند و اونا نتوانستند که در طی 20 سال حداقل یک سکتور زراعت را در افغانستان فعال بسازند، با وجودی که تمام منابع در افغانستان جا وجود داشت، در حدود 10 میلیون هکتار زمین داریم که 6 میلیون از این مطلق قابل کشت و کار است، 93 میلیارد متر مکعب آب همه ساله در افغانستان تولید میشه، در حدود 80-85% مردم افغانستان به شغل دهقانی بلدیت دارند. فقط امی عرصه عنصر یک هماهنگی و مدیریت بود که باید میکردند، امی کار کرده نتانستند. در قلق بانک زراعتی اونا نساختند که ما یک سکتور زراعت ما فعال میبود. فعلا 25 میلیون نفوس افغانستان که در تحت خط فقر قرار دارند و وضعیت بد اقتصادی را دارند جبران میکنند، همش نتیجه حکومتداری غلط 20 ساله اینمی کسایی هستند که سر قدرت بود. پیشنهاد ما این است که ایتو مجالس ها تقریبا خوب برای 3 روز است. 3 روز طبعا نتیجه جلسات در روز سوم معلوم میشه و مهم است که فیصله ازیا تا کدام اندازه الزامیت دارد، تا کدام اندازه فیصله ازیا یا قطعنامه‌ای که اینا صادر میکنند اونا میتونه که قابل اجرا باشه، الزام آور باشه. اینا نه امکانات پیششان است، نه امکانات نظامی است، نه امکانات مادی است و حتی نه امکانات معنوی است. بجز از یک دو سه نفر هره گفتن هم میتونم که در بینشان افراد باشه که اونا یا نتیجه نداده کارایشان یا امتیان ندادند و یا این که در صحنه نبودند. دیگه همشان کسایی هستند که برای مردم افغانستان اونا امتیان دادند و مردم افغانستان هم از اونا دل خوش ندارند و اونا رو نمیخواییم که دوباره پس بین زحمت را براده بگیرند یا در حرکه قدرت اونا بین تکیه بزنند. پیشنهاد ما به امارات اسلامی همی است که ما یکی عقلانیت سیاسی داریم، یکی خرد سیاسی. عقلانیت سیاسی همی است که چطور میتونیم که بر جامعه و بر مردم تسلط بکنیم و قدرت کسب بکنیم. و خیرات سیاسی هم است که مدیریت سیاسی جامعه مبتنی بر ساختن جامعه است. یعنی چطور میتونیم برای جامعه کار را بکنیم، چطور میتونیم خدمات ارائه بکنیم، چی فعالیت ها و چی خدمات را برای مردم ها میتونیم ارائه بکنیم. امارات اسلامی باید در این فکر باشه که یک کمیسیونی را باید ایجاد بکنه که در او کمیسیون فقط نقاط ضعف را از امارات اسلامی باید پیدا بکنه و او را پیشنهاد بکنه برای کابینه امارات اسلامی که همین نقاط ضعف تبدیل شود به نقاط قوت، نقاط قوت تبدیل شود به فرصت ها و چانس ها. وقتی که به فرصت تبدیل شد، زمینه کار مساعد شد، مردم امکانات اقتصادیشان خوب شوه و قدرت خریدشان بالا بره در مارکت، بس مردم از این اضافه‌تر چیزی نمیخوای. برای مردم مهم نیست کدام نظام سر قدرت باشه، برای مردم این مهم است که چطور میتونه حکومت به نیازهایشان رسیدگی بکنه و قدرت خریدشان بالا ببره.
و از طرف دیگه اگر نقاط ضعف به قوت تبدیل نشه، باز نقاط ضعف تبدیل میشه به تهدید. اگر نقاط ضعف به تهدید تبدیل شد، باز نظام جمهوریت امامت شد در آخرا نقاط ضعف خود را متوجه نشد و تهدید به تبدیل به تهدید شد و تهدیدها هم زیاد شد، بالاخره باعث فروپاشی نظام شد و نظام هم به حد متمرکز ساخته بودند که 3 نفر که از افغانستان رفت تمام نظام از هم پاشید. امارت اسلامی امو نقاط ضعف خود را که پیدا بکنه که زیادتر امو کسایی که فعلا در افغانستان میخواهند که جنگ بکنند و یا توسل به زور میخواهند که بعضی خواسته های خود را بقبولانند و این سالها شاید طول بکشه و بالاخره ما اکثر مردم افغانستان باز هم یتیم شوند، بیوه شوند و باز بعد از اونا بعد از سالها و بعد از هزارها کسایی که یتیم شوند. امارت اسلامی در یک وقت باید تلاش به این بکنه که اما مخالفین سیاسی را گپایشان را گوش بگیرن. اون مخالفین سیاسی که در جبهات هستند، وقتی که یک کسی وزیر دفاع میشه، وزیر داخله میشه، صدر اعظم میشه، وزیر خارجه میشه، او اما وزیر تمام افغانستان است. برمیگرده با شما آقای چکری. ممنون، تشکر. پس از میان برنامه کوتاه ادامه برنامه. در ادامه برنامه آقای حسن، این دیدارها، گفتگوها در باب مسائل افغانستان، بخصوص نشستهایی که برگزار میشه در کشورهای مختلف، چقدر میتونه مشکلات کنونی افغانستان را رفع بکنه، راه حل برش پیدا بکنه؟ سلام برای همه دوستان. ببینید، اولین نشست جدی که روشنفکرهای افغانستان، تشکرهای افغانستان دایر کردن، این اولین نشست است و این نشست به ابتکار دولت اتریش، یک سازمان اتریشی دایر گردیده و یک اقلیت بسیار ناچیز در این دعوت شده بود. تنها احمد مسعود سابقه بسیار وحشتناک نداره. دیگر کسانی که در این جلسه اشتراک کرده بودن اکثریتش آدم های دوست، رهزن و به نفع وطن هیچ کاری نکردن. وقتی که در قدرت بودن بجز از تباهی افغانستان و تباهی سر دادن، فساد و رشوت در این گروهی که شما دعوت شده ببینید یا آدم های اهل صالح نیستن، اهل درست نیستن. بنابراین از این جلسه کدام انتظار جدی داشته باشیم؟ با شخصا من خودم انتظار ندارم. یک فشار مضاف است برای طالبان دایر میکنین، اگر شما برای ما نمیرین من این تو گروپ ها رو جور میکنین، در آینده بخاطر به قدرت رساندن از اینها تلاش های جدی میکنین. اگر هدف اساسی را که در مورد از این جلسه فکر کنیم، اینمی چیزا در بر میگره، این جلسه هیچ چیزی در ساورد بر مردم افغانستان نخواهد داشت. بله، ولی نظریات متفاوت و همچنان برنامه های دارن این چهره ها که به خاطر بهبود وضعیت افغانستان، آیا قابل قبول جهان و همچنان کشورها بخصوص امارت اسلامی خواهد بود؟ امارت اسلامی به این وجهی ها را قبول نمی کنه و با وضاحت ذکر کرده که ما نظریات از او را قبول نمی کنیم. امارت اسلامی اهداف و مشخصات دولتداری خود را دارد. تعریف امارت اسلامی از دولت، دولت اسلامی با شریعت اسلامی در جامعه تطبیق کنند. امارت اسلامی چند بخش جالب دارد و چند بخش بسیار غیر جالب دارد. جالبترین بخش امارت اسلامی همیست که برای آوردن امنیت میتونه امارات اسلامی در تمام نقاط افغانستان، گرچه جنگ های پراغنده در بعضی نقاط وجود داره، امنیت هم امروز در افغانستان یک امنیت است. ولی امارات اسلامی برای اقتصاد افغانستان، برای رفاه اجتماعی افغانستان، برای آرامی مردم افغانستان هیچ دستاوردی نداره و امارات اسلامی در رابط بین المللی خود هیچ دستاوردی نداره. بنابراین امارات اسلامی امروز تجربه‌ترین دولت در تاریخ افغانستان است. ببینید، بزرگترین جلسه تاریخی شانگهای در همسایگی ما ازبکستان دایر میشه که گرچه ازبکستان رابطه های بسیار عصبانی با امارات اسلامی داشت، امارات اسلامی را دعوت نکرد.
دردآورترین بخش از این جلسه ای است که افغانستان در این جلسه اشتراک نکرده. ما در قرن 21 یک ملت شدیم که هیچ کس ما را جدی نمیگیرد بجز از جنگ. در جنگ هر کس ما را جدی میگیره، ما یک جنگجوهای بسیار خوب هستیم، ولی برای دولتداری، برای رفاه مردم خود، رفاه اجتماعی خود هیچ کار درست مناسبی را که شایسته یک ملت باشه ما انجام داده نمیتونیم. حتی شما ببینید در قرن 21 امارات اسلامی به خاطر باز نکردن مکاتب دختران تمام دنیا سر مردم افغانستان رشخند میزنند. ملت را ببین در قرن 21 ضد مکتب است، یعنی برای تحصیل ممانعت ایجاد میکنه. از این که کار تحقیرآمیز برای ملت افغانستان در هیچ تاریخ وجود نداشت و نخواهد داشت. این یک لکه ننگ از بر تاریخ افغانستان که این کار را انجام میدن. بله، تشکر آقای نصحت. حالا اگر برنامه مشخص وجود داشته باشه، برنامه باشه که راه حل باشه برای آنهایی که بتانن حکومت همشمول و همچنان حکومت مشارکتی انجام بتن و جهان هم قناعت بکنن، امارت اسلامی چی خواست های داشت از این نشست و بخصوص از این برنامه که اینها ارائه میکنن؟ خب به خاطری که سوال شما پاسخ جامع پیدا بکنه، اول میبینیم که امارت اسلامی او نشست به جایش باید باشه. در مورد صحبت کردیم امارت اسلامی تا 13 ماه فرصت های طلایی را عدس دادن. تا 13 ماه لازم بود که امارت اسلامی یک سر کارهای خانگی را انجام میداد تا بستر برای مشروعیت بین المللیش ایجاد میکرد انجام کارهای خانگیش. تا 13 ماه لازم بود که امارت اسلامی لابیگری دقیق میکرد در سطح جهانی، از 4 عنصر مربوط به دولت تعریف روشن و هویدا به جهان را میکرد، به مردم افغانستان میکرد، دقیقا از جغرافی افغانستان تعریف روشن به جهان میداد. در نشست هایی که داشتن در 13 ماه تا پیش از 13 ماه یا سیر و سفر داشتن که افغانستان چگونه یک جغرافیا داره، چگونه محدود است، این جغرافیا را تضمین میداد به جامعه جهانی به اساس یک خط مشی مدون که از این جغرافیا کسی تهدید نمیشه. و بعدش از جمعیت جغرافیا، از ویژگی های جمعیت جغرافیا به جهان دقیقا وضاحت میدن که افغانستان نه ملیت اکثریت وجود داره، همه ملت ها در اقلیت ها هستن و این بافت اجتماعی جامعه قسمی است که همش باید در تصمیم گیری با شریک باشن. این تضمین به جامعه جهانی میداد که ما تمام ملت های با هم برادر افغانستان هست که جا ملت ساخته نشده، ملت ها هستن. در ساختار حکومت نریم، تعهد میکنیم که سر و صدای کسی بیرون نبره، واقعا ما بتونیم بحران خاتمه بدیم. دو، از حکومت خود دقیقاً وضاحت میدادن که ما چگونه یک حکومت ساختیم. حکومت همون قسمی که میگن کاملا همه شمول است، از همین همه شمول تعریف خود به جهان میدادن، قناعت به جهان و مردم افغانستان که آیا حکومت همه شمول همین حکومت است که تنها متعلق به یک حزب باشه، همین حکومت همه شمولی است که حتی برادرای پشتونی که افتخار عضویت امارت اسلامی ندارن در اونجا شریک شدن میتونن، همین حکومت همه شمول است؟ همین حکومت همه شمول است که از سطح وزیر تا سطح مدیر یک تصمیم، یک حزب، یک گروه تصمیم بگیره در مسائل ملی بین‌المللی؟ این به جهان تعریف می‌دادن. مسئله سوم که مدعی است امارت اسلامی که ما امنیت سرتاسری داریم، یعنی امنیت سرتاسری وقتی که مطرح میکنیم فضا و زمین اختیار ما باید باشه. ما دو نوع حریم داریم، حریم فضایی و زمینی داریم. وقتی که چنین ادعا وجود داره که ما امنیت سرتاسری داریم، امنیت فیزیکی را تامین کردیم، در اینجا پس در اون صورت به جامعه جهانی باید این قناعت بده. جامعه جهانی لابیگری میکنن که امنیت سرتاسری چگونه اقامت است، که یعنی از حاکمیت ملی خود دقیقاً وضاحت میدن که چگونه حاکمیت دارن. آیا قانون به شکل متوازن یکسان در کل افغانستان نافذ است، در حالی که ما قانون وزیرم نافذ نمیبینیم، قانون شریرم نافذ نمیبینیم؟ حالا نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که طرفدار تقابل نیست و میخواد با امارت اسلامی تعامل داشته باشه. فکر میکنین که آینده نزدیک به خاطر به رسمیت شناختن امارت اسلامی قرار باشه بیه؟ باور من است که ایالات متحده آمریکا نه تنها سایر بازیگرها کجدار مریض حرکت میکنن، همه کس در پای منافع خودشان هستند. در گذشته دورم بودن، حالا هم هستند. قواعد بازی در حال تغییر خوردن است در سطح جهان، چون نتونست امریکا نظم جهان نگاه بکنه، جهان داره بره به طرف یک نظم نوین دیگه.
جهان داره بطرف منتفی بسازه عجمونی امریکا را، جهان داره بره به طرف چند قطبی شدن. روی این ملحوظ تمام جستارهایی را که امروز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از آدرس امریکا ماده گوشه و گوشه میشنویم یا از آدرس متحدشان میشنویم، روشن گپ است که جستارها کلش استخباراتی است. اینا کوشش میکنن که با حرکات استخباراتشان، ولی حقیقت امر ای است که جنگ رای حل نیست، ادامه بوران رای حل نیست، افغانستان را به طرف بی‌ثباتی بیشتر میکشانه. ما بار باری گپ گفتیم که اگر واقعا یک رای حل سیاسی منطقی پیدا نشه برای ختم بوران افغانستان، دقیقاً که افغانستان وارد فاجعه میشه، فاجعه جنگ‌های داخلی است، انگلیسی‌ها هم برشان میکنن و در عین زمان میریم به طرف تجزیه افغانستان، این به خیر هیچ ملیتی، هیچ گروهی، هیچ حزبی، هیچ قومی نیست، این ملامتیش کلش به گرد امارات اسلامی میفته. تشکر آقای نصحت. پس از میان برنامه کوتاه ادامه برنامه. در ادامه برنامه آقای چکری، آیا این نشست در گفتگوی میان افغان‌ها را باز خواهد کرد و برای چالش‌های کنونی افغانستان آیا برازینه امید وجود دارد؟ اصلا امارات اسلامی قسمی که چند روز قبل ذبیح الله مجاهد هم میره گفت که ما کدام جبهه در مقابل خود نمی‌بینیم، دید ما این است که امارات اسلامی در سیاست‌های خود یک اندازه انعطاف را نشان بده. اگر انعطاف را نشان نده، ما شاهد جنگ‌ها در پنجشیر و در بعضی از جاهای دیگه افغانستان بودیم، خصوصا سمت شمال. اگر امارات اسلامی انعطاف نشان نده، باز کشورهای غربی یا کشورهای همسایه مداخله میکنند در امور افغانستان و بستر مناسب برای عظیم مساعد میشه که در افغانستان باز هم ما به جنگ داخلی دیگه بریم، شاید به سالهای بعدی. امارات اسلامی در یک مقطع زمانی باید کوشش بکنم توطئه ها را دفع بکنه و تلاش بکنم برای کسایی که واقعا اونا حقشان ضایع شده، گپ بر گفتن دارن و علت قیامشان چی است که در داخل افغانستان هستند، علت جنگشان چی است، با اونا بشینن کنار بیان، از رای گفتگو، از رای گفتمان مشکلات ها را رای حل برش پیدا بکنن. و در غیر از او کشورهای همسایه و منطقه به شدت متوجه ازی هستند که باید در افغانستان اونا هم یک جای پای پیدا بکنند و یک حالت شوه که اونا باز هم مداخله بکنند و در افغانستان باز هم یک جنگ به میان بیاید که شاید سالها طول بکشد. امارت اسلامی را برش لازم است که چون حاکمیت را بر عهده داره، باید امی توطئه ها را جلوش بگیره و امی فعلا فرصتی است که مشکلات ها بسیار زیاد کلان نشده، یک رای حل برش پیدا بکنه و برای مردم دیگه اجازه نده که در افغانستان، در امور افغانستان مداخله بکنه. کارهایی که امارت اسلامی در این یک مقطع زمانی انجام بده این است که خواستایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد از امارت اسلامی کرده بود، امو خواستها را برش رای حل پیدا بکنه و روی امو خواستها کار بکنه. بند 41 فصل 7 منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد این میگه که اگر یک کشور امکان داره تهدید علیه کشور دیگه باشه، باز شورای امنیت تصمیم میگیره که او کشور بدون از اینکه از نیروهای نظامی استفاده بکنه تحت فشار قرار میده، فشارهای اقتصادی را بالاش میره، تحریمهای مالی را بالاش وضع میکنه. حتی برای کشورهای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد این میگه که قطع روابط دیپلماتیک هم رای از او کشور بکنه که افغانستان فعلا تحت بند 41 فصل 7 منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داره و به می خاطر است که ممنوعیت سفرهای کسایی که از رهبری امارت اسلامی بود و هم تمدید نشد. امارت اسلامی اگر از امو راه های دیپلماسی کار بگیره و با دنیا سیاست بکنه، او چیزایی که در مغایرت با شریعت نیست
از او موارد استفاده بکنه تا خود را در مطابقت با خواستای سازمان ملل متحد عیار بسازه و حاکمیت و استمرار خود را در افغانستان مداوم بسازه، امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند. اگر این کار را نکنه امارت اسلامی باز بند دوم، یعنی بند 42 منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد ای است که باز از اقدامات قهری استفاده میکنه، از تواصل به زور میشه، از نیروهای زمینی، هوایی و بحری استفاده میکنه علیه از کشور، که خدا نخواهد که در یک حالت ما مواجه شویم. خب اگر امو سیاست سختگیرانه را امارت اسلامی در پیش روی بگیره، باز امکان ازی است که تغییرات بیه، چون بعد از اینکه مجمع عمومی بعد از جنگ دوم جهانی به سازمان ملل متحد نامش تبدیل شد، در اوج 6 رکن اساسی در سازمان ملل متحد مطرح شد. رکن اولش مجمع عمومی بود که مثلا در نیویورک جلسات برگزار میشه و روی موضوعات مهم سازمان ملل بحث و گفتگو میشه. رکن دومش شورای امنیت سازمان ملل متحد است که 15 عضو داره، 5 عضوش دائمی است و 10 عضوش موقتی است که برای 2 سال انتخاب میشه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد و حق ویتو را تمام 5 کشور داره و باید به اکثریت آرا تصامیمشان قطعنامه‌شان به تصویب میرسه. و سوم تعبیرخانه است که سرمنشی سازمان ملل متحد اونجا می باشه که سرمنشیش رول سخنگو و هماهنگ کننده یعنی 6 ارکان سازمان ملل متحد داره. و رکن چهارمش محکمه لاحه است که تحت مجموعه ازی محکمه جزای بین المللی اینترنشنال کرایمال کورت است که در او 15 قاضی وجود داره که این 15 قاضی برای 9 سال استخدام میشه و از یک کشور 2 قاضی استخدام نمیشه. و سوم شورای اقتصادی و اجتماعی، ببخشید پنجم، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که او کشورهایی که در حالت قرار میگیره مثل که افغانستان است به بحران اقتصادی مواجه میشن، مشکلات اجتماعی می داشته باشند، بازی شورای اقدام میکند کمک های بشر دوستانه را برای مردم میرسانه، سیاست جدا میسازه و برای مردم مکار خود انجام میده. و ششم شورای قیمومیت است که شورای قیمومیت قبلا رولش همی بود که کشورهایی که مستعمره میشن در آن سمون سرپرستی میکردن. حال همین گزارش هایی که از طرف شورای حقوق بشر نشر میشه این معنای زیر داره که این به یک کپی ازی به شورای امنیت سازمان ملل متحد میره، همه موارد ازی بحث و گفتگو میشه، سرش بحث صورت میگیره که شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش های بشری آقای چکنی. ممنون. آقای اسد، آیا در پیوند به مقاومت سیاسی و نظامی در برابر عبارت اسلامی در این نشست رایزنی خواهد صورت گرفت؟ شورای امنیت بسیار مقبول برای ما تشریح کردن، ملل متحد بسیار مقبول تشریح کردن. اصلا ملل متحد و 65% پول از را که امریکا میده تعیین ارگان‌های اساسی مالی و زیادترین کسایی را که در شورای امنیت ملل متحد کار میکنند با امریکا رابطه نزدیک دارند. و هیچ وقت در هیچ نقطه دنیا ملل متحد هیچ کاری درستی را به خاطر آرامی مردم و ختم جنگ ها انجام ندادند. شورای امنیت ملل متحد و تأثیراتش در تمام دنیا بسیار پارچیز و کم است. مثال برتان میدم، وقتی این صدها قطعنامه را در برابر اسرائیل صادر کردن، یک اسرائیل قبول نکرد و هیچ اقدامی را در برابر اسرائیل کرده نتانستن و نمیتانند. هر کشوری که کمزور باشد ملل متحد یک فیصله ای که میکنه بازمه آمریکا، اروپا او را تار مار میکنه. مثلا شما ببینید قذافی نمیخواست که با دلار معامله کنه، میخواست از سایه دلار براید، رابطه خود را به اروپا یا نزدیک کرد، لاخره شورای یک جنگ در داخل لیبیا شروع کردن و قذافی را آمدن کشتن. این چیز به صدام، این
ملل متحد شورای امنیت ملی برای کشورهای فقیر بیچاره است. مثل که طرف افغانستان پای اشغالگر آمریکا آمد بدون اجازه اسکن. حالا آمدیم که این جلسه ای که در ویانا تشکیل شده چقدر به نفع افغانستان است، چه کارهایی را انجام داده میتونه. این جلسه با واقعیتش یک خط سیر دادن برای مخالفین افغانستان است. تجمع مخالفین افغانستان در تاجیکستان شده، در ترکیه شده و از این نقاط میخواهند که برای طالب ها فشار بیارند، خواسته های جامعه جهانی را خصوصا آمریکا را طالب ها قبول بکنند. طالب ها بسیار آرزوی داشتند که اگر آمریکا در افغانستان شکست خورد، در 20 سال جنگ چریکی ما آمریکا را شکست دادیم، چین، ایران، روسیه که طالب ها مدارا بکنند، اگر شما طالب ها را به رسمیت بشناسند، یک اعتباری بین المللی را بر طالب ها بتند. خاطر چی چین و روسیه و ایران یا به طالب ها مدارا نکردند؟ یک علت دارند، رژیم طالب ها بعضاً به خودشان رژیم اسلامی که طالب ها ایجاد کردند و ایج و آمریکا، چین، آمریکا به صورت کل چین، روسیه، ایران یا قبول ندارند. با این قیافه، با این شمایلی که طالب ها دارن، این را قابل دارن با این قوانین. در داخل چی وضعیت است؟ میبینیم طالب ها اعلام کردن رژیم اسلامی، ما شریعت را تطبیق میکنیم، خلاف شریعت هیچ نوع حرکت را انجام نمیتیم. مثلا مخالفین طالب ها که وقتی در برابر زیاد چی در پنشیر چی در اندراب جنگ میکنن، ملاها فتوا دادن و به صراحت در قوانین شریعت و اسلام موجود داره یک رژیمی که موجود باشه کسایی که در برابرش جنگ بکنن این بغاوت است. بغاوت یا در برجای صراحه واضح گفته که چی معامله در برابر بغاوتگرا بکنن. طالب ها عین عمل دیروز در پنشیر انجام دارن، در اندراب انجام دارن، در جاهای دیگه انجام میدن. بنابراین وضعیت افغانستان کسایی را که تصور بایی باشه که طالب ها تغییراتی را در عمل خود، در فکر خود، در اندیشه‌های خود با وجود میارن، هیچ نوع تغییرات با وجود میارن. یک گروه خاص 5 نفری و اولای صاحب های کلان در قندهار 6 تن تماما تصمیم ها را در مورد افغانستان از مقرره ولسوالی گرفته، ولایت گرفته، امنیت و اقتصاد پولش را تصمیم میگیرن، عین مسائل مکتب ها ما تصمیم میگیرن. بنابراین مردم افغانستان در مزیقی بسیار خطرناک قرار دارد. تنها راه حل افغانستان در این شرایط چی است؟ اشکم مردم چطور سیر شود؟ مردم چطور از حالت گشنگی برآید؟ اولا ببینیم ما 160,000 متقاعدین داریم، هیچ کس 1 سال شده معاش متقاعد نمیتن، زیادترینش افسرها سایمان سوا بودن، بیچاره با فامیلای خود به اون معاش متقاعد خود زندگی میکردن. امروز در تخت شکر آقای چکری ممنون. امروز ما در گزارش از آره دیدیم تا افسرهایی که متقاعد هستن به گدایگری دست دادن. یک کسی که 30 سال 40 سال در وطن خود خدمت میکنه به این اندازه تغییر تحویل شود، اما معاش پول گشتانده اما را نتا او به گدایگری دست بوده، از این کلی بدبختی در کشور با وجود میاد. بنابراین مردم ممنون آقای حسن. آقای از هر چی فکر میکنین آیا امارت اسلامی تا حالا گام های عملی به خاطر مخالفان سیاسی که در بیرون از کشور وجود داره، به خاطر سهیم شدن به حکومت، میکانیزم مشخص را تا هنوز در پیش داره؟ خوب وقتی ما بیرون از کشور میگیم، بین اول میره ما وضاحت بدیم که در بیرون از کشور کی است. 3 طبقه مردم با آمدن امارت اسلامی از وطن خارج شدند. 1 طبقه کسی است که به درد وطن نخورده بودند و بعد از هم نمیخورند. کسایی که از کودتای سو گرفته تا رفتن غنی که به وطن جفا کردند، جنایت کردند، خیانت کردند، به نام گروه، حزب، در دسته، تیم هر کاری کردند. این تیم فاسد، تیمای فاسد به درد وطن نخورده و نمیخوره. خوب است که رفتن زمینه مسائل چه با شکل گیری یک حکومت قانونمند از یا حساب گرفته شوه. خب این به درد نمیخوره. نباید امارت اسلامی او را مخالف خود قلمداد بکنه. فاسدترین انسان ها هستند که اگر مخالف هم است فاسدترین انسان ها هستند. به ویژه همین 3 تیمی که تا 20 سال مردم گروگان گرفته بود. خب گروه دوم کسایی است که واقعا به مردم افغانستان ارزشمند هستند.
کسایی است که تاثیر کرده هستند، ثمره محیط هستند، به درد محیط میخورند، بسیار تاثیرگذار در کشور ما هستند. اینا به خاطر از اینکه جای برشان نبوده، شغل برشان نبوده، بستر برشان نبوده، یا حتی ترس و هراس که مبادا طالبان مثل دوره اول عمل بکنن، اونا این وطن ترک کردن، اصلا اینا به درد وطن میخورن. اگر اونا مخالفت هم میکنن، گپاشون شنیده شوه، مخالفتشون یقینا منطقی خواهد بود که در محور منافع ملی خواهد بود، گپشون شنیده شوه. اگر به عذاب تعلق دارن، اگر افراد هستن، اگر متخصص هستن، هر کسی که هستن، اینا تا بک‌گراند خوب دارن، گپشون شنیده شوه، این میتونن مخالف باید باشن که از این مخالفت ها میتونه که یک مخرج بی‌کسر پیدا شوه. یکی ما مخالفین طبقه سیمی که رفتن، کسایی بوده که نسبت به بود شغل 41% مردم افغانستان شغل عادی خواهد زدن، اونا رفتن که اونا هم ثمره محیط است، مهاجر شدید، زمینه مسئله شد، حکومت باثبات آمد، یقینا بازگشت خواهد کردن. یکی دیگه مخالفین ما داریم که مخالفین مسلح نظامی هستند نسبت به حکومت. این مخالفین نظامی چون راه حل سیاسی رو پیش نکرد امارت اسلامی برشان، امیدوار هستم که برند به طرف گفتمان جنگ راه حل نیست. این مخالف نظامی هم گپاش بشنوه، اما با تفکیک. او کسایی که جنگ پکم میکنه که منافع خود باز هم حفظ بکنه، اما با ثروت و قدرت دوزی شده را حفظ بکنه از داخل و از خارج، او را با تفکیک بکنه. او کسایی که واقعا دیگه میخواد که جنگ سرای خود بگذاره، از راه مسابقه پیش بره، اینا را تفکیک باید بکنه. دیگه ما مخالفین داریم که حرکت های مدنی میکنن. حزب آما که ما صحبت میکنم مخالف مدنی مربوط به نظام های دیروز هم بوده، امروز هم هسته، که ما با منطق قلم مبارزه کردیم در مراحل مختلف تاریخی، عالی هم نظام های دیروز هم نقد کردیم، در جریان نقد راه حل هم پیشنهاد کردیم که اینی چاه هست، اینی راه هست. 13 ماه هست که به امارت اسلامی راه حل منطقی را پیشنهاد میکنیم، گزینه هایی را مطرح میکنیم که بشنوید. ولی متاسفانه باید گفت که امارت اسلامی که من پیشنهاد مقدمه گفتم که فرصت ها را عددن به مردم پشت کردن، با عذاب ادفدار پشت کردن، با متخصصین پشت کردن، واقعا با قانون اساسی پشت کردن، با تصمیم گیری جمعی پشت کردن، رفتن در پشت دروازه های کسی لنگر انداختن که عامل بوران بود، فاسد بود، از او مشوره گرفتن، هنوز هم مشوره میگیرن. مثلا از چه کسی؟ خب نمیبرش خواه صحبت نمی کنیم، کسایی که 20 سال ما را از آنجا 3 تیم گرفتگان گرفته بود، 3 تیم، تیمی عبدالله در مشارکت با تیم دو تیمی اول دوم، با تیم کرزی و با تیم غنی در مشارکت بود. همین 3 تیم مردم هم گرگان گرفته بود، جفا به وطن کردن. ولی امروز شما ببینید که باز هم مشوره از همین تیمایی که جفا کرده امارت اسلامی گرفته و میگره. شما گپای اخیر حتی وزیر داخلی شنیدید که اونا میگن که شما اگر سر ما اعتماد نمیکنید به پیشکی مراجعه کنین. ببینید پیشکی مردم، آیا وقتی که سر تو مردم خودت میگویی که اگر به من اعتماد ندارین، آیا بالو کسی که 20 سال به جفا کرده بالو زو اعتماد میکنه که تو فراخوان میتی؟ ببینید این مشکلات چالش ها وجود داره. نسان. ولی با اون هم امارت اسلامی میتونه که اگر مراجعه به مردم بکنه، به مردم پشت کنه، به عذاب هدف دار سیاسی پشت کنه، به نخبگان پشت کنه، میتونه که این چالش ها را به فرصت تبدیل کنه، واقعا ما بتونیم این بوران خانمان سوز نیابتی استقباطی را و این پایان بتیم، بریم به طرف یک زندگی انسانی که هم با خود زندگی کنیم، هم با همسایه، هم با جان. ممنون. پس از میان برنامه کوتاه ادامه برنامه. در ادامه برنامه میخوایم بحث را جنبندی بکنیم و میخوایم از آقای چکری پرسیم که اگر مخالفان سیاسی امارت اسلامی بتوانند یک ساختار فراگیر، نظاممند و منسجم با اهداف و چشمانداز مشترک برای افغانستان پیدا بکنند، آیا قابل قبول امارت اسلامی خواهد بود؟ نه خیر، اگر امارت اسلامی قبول میکرد طرحهای از اونا را، پیشنهادهای از اونا را، باز هم مذاکرات بین الافغانی دوام پیدا میکرد، طبق فیصله که در توافقنامه بین امارت اسلامی و امریکا که صورت گرفت، یکی از موارد همی بود که باید مذاکرات بین الافغانی شکل بگیره. شکل گرفتنش به معنای این است که به نتیجه برسه. اون مذاکرات شکل گرفت، اونا در طی 8 ماه نتونستن که تنها روی یک اجندا به توافق برسه، یا حال اگر اونا بشینند هر تصمیمی را که بگیرند و یک راه حل را پیشنهاد بکنند برای امارت اسلامی، امارت اسلامی اصلا حضور از اونا را نمیپذیره، طرحشان خود بیخی قبول نداره. این امکان داره که امارت اسلامی شاید سالهای بعد به این نتیجه برسه که امرایشان بشینه، و پیشنهاد ما به امارت اسلامی چه قسمی که قبلا هم گفتم امی است که
در داخل افغانستان و که چهره هایی که تکراری بوده یا قبلا که دوستای ما مطرح کردند جناب نهضت صاحب و دیگه میمان معزز، او کسایی که چهره هایشان تکراری هستند و نتیجه خوب هم ندادند، عمل کردشان برای مردم افغانستان نتانستند که حداقل یک چهار معادن افغانستان را مسلکی استخراج میکردند که فعلا مشکلات اقتصادی را که ما فعلا داریم همیره نمیداشتیم. اونم مردم ها هدف ما نیست، فقط کسایی که در افغانستان است، در افغانستان حضور دارند، افراد مسلکی است، تکنیکی است، از هر قومی که است، از هر منطقه و در سمتی که است، همراهشان بشین و اونا را به شکل قناعت بدن که واقع نماینده از او کسایی که در زعامت هستند اونا هستند و قسم برشان احساس بده که واقع اینا خدمتگارشان هستند و اونا هم ای را بقبولن و به همین زعامت امارت اسلامی تن بتن و زمین اطاعت بکنن که دیگه مردم افغانستان حوصله کشتار و زخمی شدن و مهاجرت را ندارن. تشکر آقای چکری. آقای حسن، مخالفان امارت اسلامی یک ساختار فراگیر اگر طرح را در پیش داشته باشند که به اساس از او اهداف مشترک و همچنان چشمانداز مشترک برای بهبود وضعیت افغانستان پیدا بکنند، آیا قابل قبول امارت اسلامی خواهد بود؟ اگر فشار بین المللی و فشار همسایه ها سر طالب ها زیاد شود، شاید طالب ها یک کم انعطاف نشان بدن، گرچه در وجودی از ها آدم هیچ انعطاف نمی بینند. ببینید تمام دوائر دولتی از اولسوالی ها تا مرکز بین ملا صاحب ها، قاری صاحب ها تقسیم شدن و این تقسیم بندی های از یا خود میگن ما مشارکت ملی کردیم، میگن چند تا ازبک ها و چند تا ترکمن و چند تا تاجیک در این قدرت شریک کردیم، این را از نظر از واقع نوع مشارکت است، مشارکت ملی است. ولی گفته قبلی دوست ما پشتون هایی که روشن فکرهای پشتونی که حتی نمیتونن در این دستگاه سهم داشته باشن کار بکنن، مشخصا اهداف کار امارات اسلامی تقسیم قدرت بین خودشان بین مولای صاحب هاست. بنابراین خواسته های از او را اگر هر قدر فشار جامعه جهانی زیاد باشد و کم میشنوند، آیا آینده افغانستان در این توی حالتی که ما امارات اسلامی مخالفه خود را نمیشنوند، مخالفه داخلی خود را گوش نمی کنند، مکاتب بسته است، وضع اقتصاد خراب است، برای طالب ها اینمو تیم گیجیم به اینمو تو حالت که حتی در سرک از محترم مالی جمع میکنن، در قریه از گوستان مالی جمع میکنن، از هم جمع میکنن. بنابراین این رژیمی از یاد بر مردم افغانستان بسیار دردآور است. ممنون. آقای نهضت، شما چه فکر میکنین بدید باورتان، آیا برای این نشست قابل قبول خواهد بود برای امارت اسلامی؟ باور من این است که نشست ها ببینیم که نتیجه و فرایند نشست چی است. آیا در محور منافع ملی تصمیم گرفته میشه یا در محور منافع گروهی و گروه سمت و شخص و افراد و اشخاص و چهره ها؟ اگر در محور منافع ملی باشه یقینا که مورد تایید مردم قرار میگیره. امارت اگر تایید بکنه نکنه، وقتی که مورد تایید مردم قرار بگیره مردم یقینا از همچو فیصله ها استقبال میکنه. اگر به جای بونشست امروز تصمیم بگیره دقیقا از منافع ملی تعریف روشن امارت اسلامی بده، اینا واقعا یک برنامه همه شمول همه جانبه را در افغانستان مطرح کنن، مردم سرش قضاوت میکنه که در این منافع ما هست، خواستای ما، نیازمندی های ما دقیقا برآورده شده، مردم از همی حمایت میکنن. مردم پروایی گپ نداره که چه کسی کدام قیافه با کدام قواره و کدام قیافه. مردم افغانستان خسته از جنگ هستن، جهان خسته از جنگ شده، مردم میخوان که نجات حاصل کنن از این بحران خطرناک نیابتی و استخباراتی، اما شرط از اساسی نجات از بران ای است که چگونه به اساس کدام برنامه با کدام ابزار ما از این حالت خود بکشیم. حالا شما سعی کنین که دمت یک وضعی اساس تاریخی در طول تاریخ در افغانستان منافع ملی تعریف روشن نداشته. امارات اسلامی هم در 13 ماه از منافع ملی تعریف روشن نداده. منافع ملی باید تعریف روشن پیدا کنه. تا زمانی که ما منافع ملی تعریف روشن برش نتیم و زمانی منافع ملی تعریف روشن پیدا میکنه که ما به قانون پشت نکنیم، منافع ملی در قانون اساسی تسجیل میشه، تعریف میشه. وقتی که ما قانون اساسی داشته باشیم، ما 57 کشور اسلامی به شمول افغانستان از جهان داریم، 57 کشور اسلامی 56 کشور قانون اساسی داره.
قطر قانون اساسی داره، عربستان قانون اساسی داره، اسلام آباد داره، ایران داره، ترکیه داره، عراق داره، تمام کشورهای اسلامی علاوه از اینکه قوانین شرعی وجود داره، در پولیش قانون اساسی هم وجود داره، قانون مدنی وجود داره، طرز عمل ها هست، همه وجود دارن که از او استفاده میکنن به خاطر تعامل با جهان. خوب ما با کشورهای اسلامی بدون قانون اساسی هم خوب گفت که بدون قانون اساسی که تعامل میکنیم، ولی با کشورهایی که مسلمان نیستن ما چگونه تعامل باید بکنیم؟ در روشنی کدام قانون باید تعامل بکنیم؟ روشن که پس که ما قانون داشته باشیم، باید به قانون اساسی پرداخته شوه، حوزه منابع تشخیص شوه، به قانون اساسی پرداخته شوه، از منافع ملی تعریف روشن داشته شوه که منافع ملی ما در شرط کنونی چی هست؟ آیا منافع ملی ما فعلا سیاست حذف و استحال است یا انسجام ملی است؟ آیا منافع ملی ما در شرط کنونی نه گفتن به سایر اقوام است، تشکیل یک حکومت انصاری است یا همه شمول؟ بله، همین شکلی در تمام موارد ما دقیقاً از منافع ملی تعریف روشن باید بدیم که آیا منافع ملی ما تعامل است با جهان یا واگرایی. ما باید همگرا باید باشیم. بله، تشکر. روی این ملحوظ لازم است که به قانون اساسی پرداخته شود تا مشکل افغانستان با پاسخ پیدا کنه. سوال شما دقیقاً که هر تصمیم و هر فیصله که هر نهاد سیاسی هر نشستی بگیره باید به مردم مراجعه شود که مردم تاییدش کرد قابل پیش است، و اگر که نکرد نه امارت میتونه اونجا نقش حق ویتو را داشته باشه، نه میتونه مقاومت حق ویتو را داشته باشه. ممنون از مهمانان گرامی ما، آقای محمد عمر نهضت، رئیس حزب آماب، آقای جنت فهیم چکری، استاد دانشگاه و همچنان آقای رحمت الله حسن، آگاه مسائل سیاسی. از زورتان به برنامه موفق باشین. ممنون. تشکر از بیننده ها. تا بعد، خدا نگهدار.